هجوم هزاران حشره موسوم به خرک بر روستای در سمنگان. نجیب برود در اثر ضربات چاقو در زیتون برنوی ترکیه درگذشت. و در پایان از زیانهای نوشابه های انرژیزا چه می دانیم؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. منابع محلی در سمنگان می گویند که هزاران حشره موسوم به خرک یا خرخاکی بر روستای در این ولایت هجوم آوردند. منابع محلی روز یکشنبه 13 سنباله بر روزنامه 8 صبح می گویند که این حشره بر روستای کرمی ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان هجوم آوردند. به گفته منابع، تعداد این حشره به حد زیاد است که باشندگان این روستا از مبارزه با آن عاجز ماندند. در روستای کرمی ولسوالی حضرت سلطان حدود 200 خانواده زندگی می کنند. هجوم حشره خرک زندگی را برای آنان دشوار کرده است. منابع محلی می گویند که ریاست زراعت طالبان در سمنگان هنوز برای مقابله با این حشره کار نکرده است. خرک یا خر خاکی از جمله حشرات خانگی است که دارای 10 جفت پا بوده و در مناطق خشک و خاکی زندگی می کند. نجیب برود کشته شد. رسانه های اجتماعی گزارش می دهند. نجیب برود لحظات پیش در میدان هوایی زیتون برنوی ترکیه با ضرب چاقو توسط کردهای این منطقه کشته شد. و در پایان صدای آمریکا گزارش می دهد نوشابه های انرژیزا همواره در اشتهارات به عنوان محصولات معرفی شده که با افزایش انرژی کارکرد بدنی و روانی را بهبود می بخشد. مصرف این نوشابه ها در سراسر جهان بلند بوده و بر اساس آمار انستیتوت صحت عام ایالات متحده بیشتر مصرف کنندگان آن جوانان بین سنین 18 تا 34 سالند. اما یافته های پژوهش های علمی نشان داده است که این نوشابه ها می تواند تاثیرات زیانبار صحی داشته باشد و به گونه خاص به کودکان و نوجوانان آسیب برساند. خطرات ناشی از مصرف این محصولات زمان چند برابر می شود که با الکل یک جا نوشیده شود. یافته های پژوهشی که در ژورنال انجمن بیماری های قلب آمریکا نشر شده نشان می دهد که مقدار زیاده کافئین موجود در نوشابه های انرژیزا می تواند سبب بروز مشکلات جدی قلب و رگ ها از جمله زیاد شدن ضربات قلب و بلند رفتن فشار خون شده و حتی منجر به سکته قلبی شود. برخلاف اشتهارات که محصولات زراعتی را آرامش دهنده بدن و روان می خوانند، مصرف زیاد و دوامدار این محصولات سبب ایجاد تشویش و اضطراب فزاینده، مشکلات خواب و ویژه بیخوابی، مشکلات جهاز هضمی و کاهش مایعات در بدن می شود. پژوهشی که از سوی مایو کلینیک انجام شده پی برده است که نوشیدن محصولات انرژیزا حتی به پیمانه متوسط سبب افزایش افراز هورمون های مولد استرس در بدن می شود. پژوهش دیگر که از سوی نظامیان آمریکایی صورت گرفته مصرف 2 یا بیشتر نوشابه انرژیزا در روز با شانس بیشتر ابتلا به مشکلات روانی و پرخاشگری ربط داده شده است. نیم لیتر نوشابه انرژیزا حاوی 54 تا 62 گرم قند اضافی است که این بلندترین مقدار قندی است که یک فرد باید در 24 ساعت آن را مصرف کند. مصرف دوامدار این نوشابه ها می تواند فرد را به بیماری شکر مبتلا کند. اکثر نوشابه های انرژیزا به دلیل داشتن مقادیر بلند کافئین و قند سبب تجدید قوا و به تأخیر انداختن خستگی در بدن می شوند، اما هرگز خستگی را رفع نمی کنند. ویتامین ها به ویژه ویتامین های سلسله بی، منبعات چون گوارانا، تاورین، جنسن و کارنیتین از دیگر محتویات اکثر نوشابه های انرژیزان، اما متخصصان صحت می گویند که شاید مرکبات دیگر که احتمالاً برای بدن مضر باشد در ترکیب نوشابه های انرژیزا شامل باشد. سازمان جهانی صحت با نشر گزارش گفته است که محصولات انرژیزا ممکن خطر جدی را متوجه صحت عامه و ویژه سلامت جوانان کند. با این حال شرکت های تولید کننده محصولات انرژیزا تاکید دارند محتویات این نوشابه ها در غذاهای روزمره موجود است و نوشیدن این محصولات
ضرری را متوجه مصرف کنندگان می کند. نوشابه های انرژیزا در سال 2014 نزدیک به 50 میلیارد دلار در سراسر جهان فروش داشت. با افزایش مصرف این نوشابه ها تخمین زده می شود که فروش آنان تا سال 2025 از مرز 80 میلیارد دلار بالاتر برود. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.